خب حیوان بعدی که قصد ترسیم اون رو داریم شتر هست. طبق روال بخش های قبل تصاویر اولیه رو وارد میکنیم و توی محل مناسب قرار میدیم. نسبت به بخش قبلی من برای این بخش تعداد حالت ها و تصاویر کمتری رو در نظر گرفتم. و البته حالت های بدون تصویر هم فکر میکنم اگر 3 یا 4 حالت ترسیم کنیم کافی باشه. بعد از قرار دادن تصاویر توی محل مناسب در پنل لایه ها تصاویر رو گروه بندی می کنیم و نامگذاری مناسب رو برای پوشه مربوط به تصاویر و لایه مربوط به ترسیم خودمون انجام میدیم. توی این بخش من ابتدا برای تمامی حالات الگوهای اولیه رو ترسیم میکنم و بعد از اون به سراغ ترسیم اجزای بدن و دقیق کردن الگوی اولیه همون میرم. به شما دوستان پیشنهاد میکنم الگوی اولیه رو بعد از اینکه با هم دیگه ترسیم کردیم ویدیو رو نگه دارید و خودتون با توجه به تصاویر و با توجه به الگوی اولیه‌ای که رسم کردیم حالت دقیق تر رو برای اجزای بدن و سر و صورت کاراکتر رسم کنید، چون تمامی مراحل و روندی که ما طی میکنیم در واقع مشابه حالتهای قبله و چیز جدیدی نداره و شما فقط باید با توجه به شکل ظاهری و آناتومی بدن این حیوان حالت دقیق تر برای اجزای بدن رو رسم کنید، که البته این جزئیات رو هم توی تصویر میتونید ببینید که به چه صورتی هست. تعداد تصاویر و حالتهایی که ما در نظر گرفتیم در واقع شامل هر دو نوع شتر یک کوهانه و دو کوهانه میشه. و البته با توجه به مراحلی که داریم انجام میدیم ملاحظه میکنید که روند ترسیم الگوی اولیه کاملا مشابه با حالتهای قبله و تقریبا تنها تفاوتی که میتونید توی این الگو ملاحظه کنید طراحی الگو به صورت سه‌بعدی برای قسمت سر و گردن هست، که به عنوان نمونه ما چند حالت رو توی این بخش به این صورت ترسیم میکنیم و الگوی اولیه اونها رو رسم میکنیم. برای قسمت های مربوط به سر و گردن و البته قسمت های مربوط به کوهان همونطور که ملاحظه میکنید باید حالت مناسب با توجه به چیزی که توی تصویر میبینیم رو رسم کنیم. و قاعدتا مشکلاتی توی الگوی اولیه هست که این مشکلات توی مرحله دقیق تر کردن طرح برطرف میشه و البته توی طرحهای قبلی و توی بخشهای قبلی که ترسیمات رو انجام دادیم هم به همین صورت و یک مقداری الگوی اولیهی که رسم کرده بودیم اگر نیاز به اصلاح داشت توی مرحله دقیق تر کردن اون اصلاحات رو انجام میدادیم. و البته از اونجایی که بهتر هست الگوی اولیه شما به صورت کمرنگ رسم شه، اگر حس کردید بعد از ترسیم یک مقدار اپاسیتی خطوطی که رسم کردید کم هست میتونید اون قسمت رو دوپلیکیت کنید در قالب یک لایه جدید و خطوط ترسیم شده رو مقداری پررنگ کنید و در نهایت لایه های ترسیم شده رو با همدیگه مرج کنید و ترکیب کنید. برای الگوی دوم از تصویر دوم هم دقیقا مشابه با حالت قبلی
عمل میکنیم و چون سر کاراکتر ما توی هر دو تا تصویر از رو به رو هست، روند ترسیم تقریبا مشابه هست. برای قسمت گردن و پیشخوردگی گردن هم سعی میکنیم با استفاده از خطوطی که رسم میکنیم کاملا حالت چرخش رو به نمایش بگذاریم. و البته در این حال هم باید توجه داشته باشیم که قطر گردن در قسمت میانی و قسمت متصل به بدن و البته قسمت هایی که منتهی به سر کاراکتر ما میشه با هم دیگه متفاوت هست و توی این سه قسمت ما باید قطر مناسب رو در نظر بگیریم که البته بیشترین قطر مربوط به قسمت متصل به بدن هست. نمونه فعلی که در حال ترسیم اون هستیم و توی تصویر هم همونطور که ملاحظه میکنید شطور یک کهانه هست و نمونه قبلی که رسم کردیم دو کهانه بود که البته از لحاظ نوع علاوه بر کهان شکل ظاهری این دو نوع هم با هم دیگه متفاوت هست و در مورد پوشش موهای سطح بدن نوع قبلی که ترسیم کردیم از لحاظ پوشش مو خیلی موهای بلندتر و متراکمتری رو نسبت به این نوع داره. یک مقداری هم اندازه قسمت های مختلف رو از لحاظ مقیاس اصلاح میکنیم و در نهایت ترسیم خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم و به سراغ رسم بعدی میریم و تصویر بعدی رو برای مرحله طراحی الگوی اولیه به عنوان مدل ازش استفاده میکنیم. تصویر سوم هم شطور یک کهانه هست که حالا با توجه به حالت قرارگیری بدن و زاویه بدن به صورت نیمرخ هست و در حال استایل راه رفتن. خیلی جزئیاتی رو اضافه نمی کنیم توی این قسمت و بیشتر تمرکزمون رو روی قسمت بندی اجزای بدن و تنظیم مقیاس این قسمت ها میگذاریم و سعی میکنیم اگر مقیاس نیاز به اصلاح داشت توی همین مرحله اون اصلاحات رو انجام بدیم تا توی طرح دقیقتری که میخوایم رسم کنیم بیشتر تمرکزمون رو روی شکل جزئی و جزئیات بدن بگذاریم و در مورد مقیاس دیگه نیازی به اصلاح نداشته باشیم. هرچند که توی مرحله ترسیم دقیق هم ما میتونیم به راحتی مقیاس ها رو اصلاح کنیم و البته توی اون مرحله بهتر است که با توجه به جزئیاتی که رسم کردیم این اصلاحات رو انجام بدیم و تغییر مقیاس ها رو اعمال کنیم. خب فکر میکنم این الگو هم کافی باشه. ما یک مقدار پررنگتر میکنیم رسم خودمون رو و توی محل مناسب قرار میدیم و به سراغ تصویر بعد میریم. تصویر بعد در واقع همون نوعی از شطور هست که توی تصویر اول رسم کردیم و تقریبا از لحاظ زاویه بدن مشابه تصویر اول هست و تنها تفاوت توی قسمت سر و گردن و حالت قرارگیری صورت کاراکترمون هست و البته در مورد نحوه قرارگیری دست و پاهای کاراکتر هم تغییراتی وجود داره توی این تصویر نسبت به تصویر اول. که با توجه به رسم اولیه‌ای که ما انجام دادیم من فکر می‌کنم که مناسب بود این حالت رو هم رسم کنیم تا
تغییرات جزئی توی اجزای بدن رو بتونیم ملاحظه کنیم که به چه صورتی هست. و البته زاویه مربوط به کوهان کاراکترمون توی این تصویر هم یک مقداری نسبت به تصویر اول تفاوتهایی داره که با توجه به حالت قرارگیری کاراکترمون توی این تصویر زاویه رو در مورد کوهان و باسن و البته در مورد ران و پاهای کاراکتر هم اعمال میکنیم. تغییرات تقریبا جزئی هست و تغییرات کلی نیست، اما همون تغییرات جزئی رو هم باید کاملا در نظر بگیریم و تفاوت‌ها رو توی رسم خودمون اعمال کنیم و پیاده کنیم. یک مقدار رسم خودمون رو پررنگ‌تر می‌کنیم و توی محل مناسب قرار می‌دیم. یک کمی هم در مورد پهنا و قطر کوهان اصلاحات انجام میدیم و به سراغ تصویر بعد میریم. حالت قرارگیری سر کاراکترمون توی تصویر بعد تقریبا به صورت سرخ و زاویه دار رو به بالا هست که به این صورت قسمت های زیر گردن و زیر گلوی کاراکترمون و زیر دهان کاراکترمون قابل ملاحظه است که این قسمت ها رو هم با توجه به مدلی که توی تصویر داریم رسم می‌کنیم. در مورد بدن و نحوه قرارگیری دست و پا هم حالت جدیدی هست که توی تصاویر قبلی اون رو انجام ندادیم و تقریبا بدن به صورت سرخ هست و حالت قرارگیری پاهای کاراکتر هم به صورتی هست که بدن کاراکتر ما باید به گونه شیبدار ترسیم شه و قسمت مربوط به باسن و پاهای کاراکتر کوتاهتر از قسمت مربوط به دست و کتف کاراکتر باشه، به دلیل اینکه مقداری پاهای کاراکتر ما خم شده است و قاعدتا قسمت های پشتی کاراکتر از لحاظ ارتفاع کوتاهتر از قسمت های جلوی کاراکتر ما توی تصویر هست. برای قسمت های مربوط به کوهان و قسمت میانی بدن هم ترسیمات رو انجام میدیم و قسمت بندی لازم رو پیاده میکنیم. در نهایت به سراغ پاهای کاراکتر میریم که پای سمت راست یک مقداری پشت دست قرار میگیره و این دو قسمت با هم مقداری همپوشانی دارن و در مورد پای سمت چپ هم مشکل خاصی نیست و تمامی قسمت ها رسم میشه. البته با توجه به زاویه قرارگیری کاراکتر قاعدتا طول بدن کاراکتر ما توی الگوی اولیه یک مقداری زیاد هست که ما اون رو توی ترسیم دقیق تر اجزای بدن اصلاح میکنیم و مقداری از لحاظ طولی بدن رو کوتاهتر میکنیم. در مورد ارتفاع دست و پا هم مقداری اصلاحات انجام میدیم و در مورد گردن و سر کاراکتر هم به همین صورت. در نهایت به سراغ تصویر بعد میریم. استایل بعدی که توی تصویر میبینیم در واقع حالت نشسته از شتر هست. در واقع من فکر میکنم اگر یک
ترسیم در مورد حالت نشسته از شتر دو کوهانه هم رسم کنیم، بهتر باشه که اون رو توی حالتهای بدون تصویر من در نظر گرفتم و رسم کنیم. تصویر فعلی مربوط به شتر یک کوهانه است که قاعدتا قسمت پشت کاراکتر ما توی این تصویر و برای این کاراکتر و به عبارتی برای این نوع از شتر مقداری راحت تر از ترسیمش. و با توجه به پوشش موهای بلند و متراکم توی شتر نوع دو کوهانه، یک مقداری باید در مورد ترسیمات مربوط به قسمت سر و گردن و کوهان کاراکتر و قسمت های مربوط به دست و پا بیشتر دقت کنیم. برای گردن هم منحنی های ترسیم شده رو مقداری اصلاح میکنیم و البته در مورد محدوده صورت هم فکر میکنم اگر اصلاحاتی رو انجام بدیم بهتر باشه. خب ترسیم خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم و به سراغ تصویر آخر میریم. البته قبل از اون یک مقداری اصلاحات انجام میدیم و محدوده موهای پشت کمر کاراکتر که تا قسمت میانی این پوشش مو وجود داره اضافه میکنیم. بعد از ذخیره پروژه به سراغ تصویر آخر میریم و قاعدتا با توجه به اینکه ما فقط سر و صورت و گردن کاراکتر رو توی تصویر داریم، مشخصه که یک مقداری تمرکز و دقت و البته جزئیات کاراکتر ما توی این تصویر بیشتر به عبارتی توی چشم هست و بیشتر دیده میشه و نیاز داره که ما روی جزئیات چهره و حالت دهان کاراکترمون یک مقدار کار کنیم تا حالت مناسب به دست بیاد. برای حالت مربوط به دهان کاراکتر هم با توجه به چیزی که توی تصویر میبینیم سعی میکنیم ترسیمات اولیه رو به صورت مناسب و تا حدودی دقیق با توجه به حالت کاراکترمون و حالت چهره کاراکترمون رسم کنیم. یه محدوده هم برای موهای پشت گردن و زیر گردن و به عبارتی زیر صورت در نظر میگیریم و قسمت های تکمیلی برای گردن کاراکتر و قسمت هایی که مربوط پشت کاراکترمون هست رو اضافه میکنیم که البته قاعدتا با توجه به اندازه باید یک مقداری تغییر مقیاس انجام بدیم تا تناسب قسمت های مختلف حفظ شه. رسم خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم و به سراغ ترسیم الگو برای حالتهای بدون تصویر میریم. یک مقداری هم محدوده ها رو اصلاح میکنیم و البته کمی هم اگر پررنگ باشه بهتر است. اولین حالتی که قصد ترسیم اون رو داریم حالتی هست که کاراکتر ما به عنوان مثال گردنش رو خم کرده به سمت زمین. خب این حالت تقریبا میشه گفت یکی از مهمترین حالات هست به دلیل اینکه کشیدگی قسمت گردن رو ما باید توی
این استایل کاملا بتونیم نشون بدیم از طریق خطوطی که برای حجیم کردن عضلات ازشون استفاده میکنیم و به عبارتی توی ترسیم زرافه هم این حالت یکی از مهمترین حالاته به دلیل بلندی گردن این دو حیوان. خب قاعدتا برای حرکت دادن گردن اونها به سمت زمین یک مقداری باید دقت کنیم تا هم اندازه رو به درستی وارد کنیم و اندازه گردن کاراکتر ما بیش از حد کوتاه یا بلند نشه و هم برای قسمت های مربوط به عضلات حجم های لازم و خطوط لازم رو رسم کنیم. در مورد سایر قسمت ها تفاوت چندانی با حالت های دیگه وجود نداره که البته در مورد زرافه زمانی که سر کاراکتر ما رو به زمین خم میشه قاعدتا به دلیل بلندتر بودن گردن زرافه باید استایل و حالت قرارگیری دست و پا و بدن رو به صورت کاملا متفاوتی ترسیم کنیم. منتها در مورد شتر چون این بلندی گردن زیاد نیست ما نیازی به تغییر کلی استایل بدن نداریم و میتونیم مثل حالتهای دیگه اون رو رسم کنیم. در مورد حالت بعدی در واقع ما قصد ترسیم استایلی رو داریم که یک شتر دو کوهان روی زمین نشسته و البته نمونهش رو رسم کردیم برای شتر یک کوهان، منتها از اونجایی که موهای سطح بدن و پوشش سطح بدن این نوع با نوع قبلی متفاوت هست و البته به دلیل دو کوهانه بودن این شتر یک مقدار ترسیممون متفاوت هست و ما این حالت رو هم در نظر گرفتیم تا کار کنیم. برای قسمت های مربوط به سر و گردن ترسیمات لازم رو انجام دادیم و البته این ترسیمات با در نظر گرفتن توده های موی این قسمت ها بود. برای کوهان هم مقداری افتادگی برای اون در نظر می گیریم. در مورد نوع اول به دلیل کوتاه بودن کوهان حیوان زمانی که نشسته روی زمین هست و قاعدتا نیازی به در نظر گرفتن این افتادگی و انعطاف این قسمت نیست. برای قسمت های مربوط به دست و پا هم که به صورت خم شده باید رسم شه ترسیمات لازم رو انجام بدیم. در نهایت به سراغ حالت آخر میریم. حالت آخر در واقع استایلی از کاراکتر ما هست که در حالت روبروه و به عبارتی سر کاراکتر ما به صورت سرخ هست و هدف کلی و تمرکز اصلی ما روی قسمت‌های مربوط به بدن هست که از زاویه روبرو باید رسم شه. قسمت های مربوط به سر و گردن رو بعد از اینکه اضافه کردیم قاعدتا باید برای قسمت پشت و کوهان کاراکتر هم ترسیمات لازم رو انجام بدیم و به عبارتی برای قسمت های مربوط به بدن کاراکتر باید دقت کنیم که کاملا از لحاظ شکل ظاهری، استایل و البته مقیاس نسبت ها رعایت شه
و البته در مورد زاویه کاراکتر هم باید حجم های مربوط به قسمت های میانی و پشت کاراکتر رو به درستی طوری ترسیم کنیم که کاملا مشخص باشه که کاراکتر ما از زاویه روبروی ایستاده. البته ما این ترسیمات رو برای مرحله اولیه انجام بدیم و قاعدتا برای رسم دقیقتر خطوط مربوط به اجزای مختلف بدن ممکنه نیاز به اصلاحات وجود داشته باشه و این اصلاحات رو ما توی مراحل بعدی انجام میدیم. البته همونطور که گفتیم بهتر هست که اصلاحات توی این مرحله در مورد مقیاس قسمت مختلف بدن انجام شد، اما بعضی مواقع خب یک مقداری برای تعیین مقیاس نیاز هست که شما ترسیمات رو به صورت دقیق انجام داده باشید تا بتونید برای مقیاس قسمت های مختلف تغییرات انجام بدید و طرحتون رو دقیق کنید. به همین دلیل اگر در مورد اندازه ها نیاز به رسم دقیق تر بود خیلی احتیاجی نیست روش وقت بذارید. به سراغ ترسیم دقیق الگوهای اولیه ای میریم که رسم کردیم. ابتدا از تصویری شروع میکنیم که سر کاراکتر ما توی تصویر به عنوان کانسپت اصلی، به عنوان موضوع اصلی وجود داره و البته برای قسمت های مربوط به لب و دهان کاراکتر هم یه حالت باز شدگی و یه حالت خاصی رو توی تصویر میبینیم و به صورت نرمال قسمت مربوط به دهن کاراکتر توی تصویر وجود نداره. قسمت های مربوط به بینی و پوزه کاراکتر رو رسم میکنیم و البته برای برآمدگی قسمت چشم هم سعی میکنیم منحنی های لازم برای نشون دادن حالت جمجمه کاراکتر رو به درستی ترسیم کنیم. در مورد دماغ شتر و بینی شتر ما باید به برآمدگی ها و شیپ های جزئی که با همدیگه دماغ رو تشکیل میدن دقت کنید و همونطور که میبینید قسمت زیر دماغ، قسمت های مربوط به بالای سوراخ های بینی و اطراف دماغ از سه شیپ مجزا تشکیل شده که مجموعه این شیپ ها حالت کلی دماغ کاراکتر ما رو در مورد شتر به وجود میارن. در مورد لب پایین و دندونای کاراکتر هم بهتر هست که ما حالت مناسب رو با توجه به تصویر در نظر بگیریم. و البته اگر شما قصد داشتید حالتهای دیگه ای از این حیوان رو ترسیم کنید بهتر هست که ابتدا تصاویر مربوط به دندون و لثه های این کاراکتر رو کاملا ببینید که به چه صورتی هست از لحاظ ترتیب، اندازه و نوع دندون ها. ما توی فصل بعدی که قصد داریم با اسکلت حیوان ها آشنا شیم قاعدتا در مورد جمجمه هم قسمت های مربوطه رو مطرح میکنیم و توی اون فصل و اون بخش مختص به حالا اون حیوانی که مد نظرتون هست میتونید حالت کلی و ترتیب دندون ها و اجزای داخلی دهان کاراکتر رو کاملا مشاهده کنید. برای توده های بلند مو که زیر گردن قرار داره ما محدوده اولیه رو توی مرحله قبلی تعیین کردیم و توی این مرحله
حجم های مربوط به مو و دسته های موها رو رسم میکنیم. برای قسمت پشت گردن هم به همین صورت. همونطور که در مورد اسب عرض کردیم، سعی میکنیم موهای پشت گردن کاملا به صورت نامنظم و شلخته رسم بشه. البته یالهای پشت گردن شتر قطعا به اندازه یالهای اسب بلند نیست و متراکم هم نیست، اما همین مقداری هم که باید رسم شه باید کاملا به صورت نامنظم ترسیم شه. در مورد قسمت گردن، برآمدگی های قسمت گردن و خطوط مربوط به حجم عضلات قسمت گردن کاراکتر، سعی میکنیم خطوط لازم رو از داخل تصویر ردیابی کنیم و در رسم خودمون لحاظ کنیم. به سراغ ترسیم بعدی و رسم بعدی میریم که حالا البته اولین تصویری هست که ما توی پروژمون وارد کردیم و اولین الگو رو هم برای این تصویر رسم کردیم. در مورد دقیق تر کردن توی مرحله دوم، بعد از اینکه یک مقداری با سر کاراکتر بیشتر آشنا شدیم به سراغ این تصویر اومدیم و البته با توجه به زاویه قرارگیری سر کاراکتر، ما باید اجزای صورت رو کاملا دقیق با توجه به الگوی سه‌بعدی اولیه‌ای که رسم کردیم برای سر ترسیم کنیم و قسمت‌های مربوطه رو اضافه کنیم. برای قسمت برآمدگی‌های اطراف چشم و قسمت‌های بالای جمجمه هم خطوط لازم رو رسم کنیم. همونطور که توی تصویر میبینید این نوع شتر از لحاظ موهای موجود روی سطح بدنش خیلی موهای بلندتر و متراکمتری رو داره و ما باید الگوی اولیه‌ای که ترسیم کردیم رو با توجه به مدلی که توی تصویر می‌بینیم خطوط اولیه رو اصلاح کنیم تا نشون دهنده توده های مو برای قسمت های مختلف بدن این کاراکتر باشه و البته میتونیم الگوی اولیه رو به عنوان خطوط اطراف بدن در نظر بگیریم. به عبارتی اگر ما تصور کنیم که این کاراکتر هیچ مویی نداره، خب قاعدتا الگوی ما تمام قسمت های اطراف بدن اون کاراکتر رو در بر میگیره و ما میتونیم از این خطوط اولیه که ترسیم کردیم در واقع محل رویش موهای قسمت گردن و سایر قسمت بدن رو تعیین کنیم و
قسمت های مربوطه برای محدوده موها و حالت موها رو رسم کنیم. برای قسمت های مربوط به گردن هم سعی میکنیم برآمدگی ها رو با توجه به پوشش سطح پوست این حیوان با استفاده از خطوط مناسب رسم کنیم. یک مقداری باید قسمت های مربوط به کوهان رو اصلاح کنیم و محدوده رو اصلاح کنیم. برای قسمت کوهان هم دقیقا مثل گردن ما باید خطوط اولیه که رسم کردیم رو به عنوان محل رویش موهای این قسمت در نظر بگیریم. و توده های مربوط به موهای این قسمت رو رسم کنیم. با توجه به قسمت هایی که به سر و گردن اضافه کردیم یک مقداری هم اندازه رو تصحیح کردیم تا تناسب اون با قسمت های دیگه حفظ شه. برای قسمت های مربوط به دست که متصل به بدن هست ترسیمات لازم جهت تراکم موهای این قسمت رو رسم میکنیم. یک مقداری هم جزئیات قسمت پایین دست رو اضافه میکنیم و در مورد قسمت دیگه دست هم سعی میکنیم اصلاحاتی رو انجام بدیم و جزئیاتی رو هم اضافه کنیم. برای قسمت مربوط به کوهان دوم کاریکترمون هم رسم مربوطه و البته موهای سطح این کوهان رو رسم کنیم. همونطور که ملاحظه میکنید کوهان دوم این کاراکتر و این نوع از شتر از لحاظ پهنا و بزرگی یک مقداری از کوهان اول قطورتر و بزرگتر هست. قسمت های مربوط به پا و باسن کاراکتر رو هم رسم کنیم. برای دوم هم با توجه به شیپ اولیه‌ای که رسم کردیم
حالت کلی دوم رو اضافه میکنیم. یک مقداری هم جزئیات به قسمت میانی بدن اضافه میکنیم تا کاملا برآمدگی و حجم این قسمت رو نشون بدیم. قسمت هایی هم که نیاز به اصلاح داره اصلاح میکنیم و بعد از اون مقداری هم جزئیات به قسمت های مربوط به باسن و ران های کاراکتر اضافه میکنیم. تصویر بعدی که قصد ترسیم اون رو داریم در واقع تصویری از شتر دوکوهان هست که توی مراحل ترسیم و الگو عرض کردیم. از لحاظ زاویه و استایل شباهت زیادی به تصویر اول داره. برای قسمت های مربوط به صورت جزئیات دهان، دماغ و چشم رو اضافه میکنیم و البته شیپی که نشون دهنده گوش کاراکترمون هست. همونطور که توی تصویر ملاحظه میکنید به دلیل پوشش بلند موهای سر این کاراکترمون توی این استایل و توی این حالت قسمت هایی از صورت کاراکتر به دلیل وجود موهای بلند سر پوشیده شده و به همین دلیل قسمت های بالای سر رو باید متناسب با این پوشش مو و در نظر گرفتنش ترسیم کنیم. البته ما توی این استایل زمانی که داشتیم الگوی اولیه رو ترسیم می‌کردیم در واقع محدوده موهای بلند قسمت گردن رو در نظر گرفتیم و با توجه به بلندی این موها محدوده اولیه رو رسم کردیم. به همین دلیل دیگه نیازی به جابجایی خط مربوط به الگو نیست و مستقیما شروع به ترسیم توده های پشمای قسمت گردن میکنیم. یک مقداری هم خطوط کوتاه و پشت سر هم برای نشون دادن حجم قسمت گردن اضافه میکنیم. برای قسمت کوهان با توجه به الگوی اولیه‌ای که رسم کردیم و محدوده‌ای که در نظر گرفتیم جزئیات لازم رو ترسیم میکنیم و البته سعی میکنیم پشمای بلندی که روی کوهان قرار داره به صورت جهتدار و رو به پایین ترسیم شه، دقیقا مطابق به همون چیزی که توی تصویر میبینیم.
برای کوهان دوم هم به همین صورت. برای قسمت بالای دست و به عبارتی اون قسمتی از دست که متصل به بدن هست، پوشش متراکم و توده های بلند مو رو طوری ترسیم بکنیم که قسمت متصل به بدن از دست قابل رویت نیست و این موها باید به صورت منحنی هایی ترسیم شه تا کاملا مشخص باشه که با توجه به برآمدگی های زیر شکم این موها تحت تأثیر قرار گرفته. برای قسمت ران، باسن و پاهای کاراکتر هم سعی میکنیم خطوط رو به صورت منحنی هایی رسم کنیم تا برآمدگی های این قسمت کاملا به نمایش گذاشته شه. و البته اصلاحاتی هم روی الگوی اولیه انجام میدیم. در مورد پوشش موهایی که روی قسمت باسن و پاهای کاراکتر در اومده، خب قاعدتا با توجه به چیزی که توی تصویر میبینیم موهای بلندی نباید ترسیم کنیم و موهای کوتاه و تقریبا میشه گفت محدوده‌ای برای این قسمت در نظر میگیریم. یک مقداری هم قسمت های مربوط به مفصل رو اصلاح میکنیم و بعد از اون شیپ های مربوط به محدوده باسن و دوم کاراکتر رو مقداری اصلاح میکنیم و البته فکر میکنم اگر پهنای پای سمت راست یک مقدار کمتر باشه بهتر هست که اون رو هم اعمال میکنیم. توی تصویر بعدی بدن کاراکتر ما مقداری زاویه داره و به عبارتی به نوعی تقریبا سرخ هست، در صورتی که سر کاراکتر ما از زاویه روبرو هستش. و با توجه به جزئیاتی که توی تصویر میبینیم قسمت‌های مربوط به پوزه کاراکتر رو رسم میکنیم که البته فکر میکنم اگر پوزه یک مقداری اصلاح شه بهتر باشه. بعد از ترسیم قسمت هایی از چشم و تعیین محدوده کلی، سعی میکنیم حالت و اندازه پوزه کاراکترمون رو مقداری
اصلاح کنیم و توی محل و اندازه مناسب اون رو رسم کنیم. اندازه رو مقداری بزرگ میکنیم و قسمت پوزه و دهان کاراکترمون رو کمی به بالا منتقل میکنیم. برای قسمت های مربوط به موهای بالای سر یه جزئیات اولیه رو اضافه میکنیم. و قسمت های مربوط به زیر گردن و تو رفتگی زیر گردن رو هم رسم میکنیم. یک مقداری هم جزئیات زیر صورت رو بیشتر میکنیم و به سراغ خطوط و جزئیات مربوط به گردن کاراکترمون میریم که این جزئیات بیشتر مربوط به رسم خطوط چرخش گردن و ایجاد حالت انعطاف در مورد گردن کاراکتر است. همونطوری گفتیم برای قسمتی از گردن که متصل به بدن هست ما باید بیشترین پهنا رو در نظر بگیریم. و این پهنا در مورد قسمت‌های میانی گردن کمتر میشه و در مورد قسمت متصل به سر برای گردن پهنا نسبتاً از قسمت میانی کمتر است. جزئیاتی رو هم برای نشون دادن حجم قسمت‌های مختلف گردن اضافه می‌کنیم. و البته در مورد قسمت‌های مربوط به کوهان و قسمت‌های پشت کاراکترمون ما باید به دلیل زاویه دار بودن بدن توی این استایل و توی این حالت مقداری از موها و جزئیات قسمت پشت رو طوری ترسیم کنیم تا حجم بدن کاملا قابل رؤیت باشه. برای قسمت های مربوط به دستا و پاهای کاراکتر من ابتدا ترسیمات مربوط به عضلات، مفصل و قسمت‌های بالا و پایین دست رو انجام میدم و در مورد پا هم به همین صورت و بعد از اون به عبارتی سوم کاراکتر و قسمت انتهایی دست و پای کاراکتر رو رسم می‌کنیم. برای قسمت های مربوط به سینه منحنی لازم برای نشون دادن سینه سمت راست رو هم اضافه می کنیم و برای دست سمت راست هم ابتدا
ترسیم کلی رو انجام بدین و بعد از اون در مورد پهنا و بلندی دست یک مقداری اصلاحات انجام بدین. البته در مورد محل قرارگیری هم باید مقداری تغییرات انجام بشه که اون تغییرات رو هم اعمال میکنیم. برای قسمت میانی ما باید کاملا منحنی رسم شده رو طوری ترسیم کنیم تا زاویه و حجم این قسمت به نمایش گذاشته شه. یک مقدار اصلاحات روی قسمت های مربوط به دست انجام میدیم. و در مورد محل قرارگیری مفصل ها خطوطی که تقریبا دایره ای شکل بودن این قسمت رو نشون بده رسم کنیم و بعد از اون هم جزئیاتی که مربوط به قسمت پشت کاراکتر بود رو برای نشون دادن حجم این قسمت و نوری که روی این قسمت وجود داره رسم کنیم. برای قسمت های مربوط به پا و به عبارتی برای قسمت های مربوط به ران، مفصل و قسمت های پایین پا سعی میکنیم از لحاظ پهنا و پستی بلندی های این قسمت کاملا جزئیاتی که توی تصویر میبینیم رو به عبارتی ردیابی کنیم و بر اساس اون جزئیات ترسیم خودمون رو انجام بدیم. روی قسمت های مختلف جایی که حس میکنیم اگر تغییر کنه بهتر هست اصلاحات مد نظرمون رو انجام میدیم تا نتیجه مناسب رو به دست بیاریم و بعد از انجام اصلاحات به سراغ ترسیمات مربوط به سوم کاراکتر میریم. برای دست سمت راست باید توجه کنیم که زاویه کاملا رعایت شه.
بعد از اون به سراغ ترسیم قسمت های مربوط به پاهای کاراکتر میریم و قسمت های انتهایی مربوط به پا رو هم تکمیل میکنیم. و برای پای سمت راست هم بعد از اعمال مقداری اصلاح در مورد محدوده کلی، قسمت های تکمیلی رو رسم میکنیم و در نهایت به سراغ تصویر بعد میریم.